یازدهمین روز آذر ماه برابر با 2 دسامبر سال 1300 خورشیدی برابر با 1921 میلادی، کشته شدن میرزا یونس معروف به میرزا کوچک خان، رهبر قیام جنگل که در شهر رشت چشم به جهان گشود و بیشتر تحصیلاتش را در شهرهای رشت و تهران گذرانید و برای سرکوبی محمد علی شاه قاجار روانه تهران شد. میرزا کوچک خان بعدها نهضت جنگل را پایگذاری نمود و همزمان با جنگ جهانی اول، چون اوضاع ایران را پریشان و آن را در اشغال می‌دید، با گرایش به اندیشه اتحاد مردم، کمیته‌ای به نام اتحاد اسلام را در حوالی تالش تشکیل داد. در نهایت قیام مسلحانه میرزا کوچک خان با تعداد کمی در گیلان آغاز گردید و اگرچه میرزا در ابتدا پیروزی‌های چشمگیری به دست آورد، اما پس از درگیری با قوای دولتی بر اثر توطئه‌های روسیه و انگلیس عقب نشینی کرده و برای مدتی پراکنده شدند، لیکن پس از آن مجدداً سازماندهی نموده و با تصرف رشت در گیلان اعلام جمهوری نمودند، اما این بار به دلیل حمایت استالین از نیروهای افراطی خارو میرزا و احسان الله خان در میان قوای جنگل شکاف افتاد و افراطیون با حمایت ارتش سرخ علیه میرزا کودتا کردند. میرزا هم که به منظور گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شده بود، در اثر برف و سرمای شدید در جنگل‌های شمال ایران توان خود را از دست داد و به همراه یار فرنگی خود در سرما یخ زده و جان دادند. سال 1321 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، ساخت اولین پیل هسته‌ای جهان توسط انریکو فرمی و آغاز عصر اتم. در پی تحقیقات شبانه روزی و طاقت فرسای انریکو فرمی، دانشمند ایتالیایی الاصل آمریکایی، اولین پیل هسته‌ای جهان ساخته شد. پیل یکی از منابع جریان برق است که بر اثر فعل انفعالات شیمیایی تولید جریان می کند. پیل هسته‌ای وسیله است که برای تولید انرژی هسته‌ای به صورت حرارت، تولید مواد شکاف پذیر و تولید نوترون ها به کار می رود، ماده‌ای که کاربرد آن در راکتورها می باشد. ساخت این پیل هسته‌ای اولین قدم برای ساختن بمب هسته‌ای بود و با شکافتن اتم و آزاد کردن نیروی اتم، جهان علم قدم به عصر اتم نهاد. سال 1335 خورشیدی برابر با 1956 میلادی، آغاز قیام فیدل کاسترو، انقلابی کوبایی علیه باتیستا. کاسترو پس از تبعید که به دلیل مبارزه مسلحانه او علیه باتیستا صورت گرفت، به اتفاق 80 نفر از طرفدارانش وارد یکی از سواحل کوبا شد و در مناطق کوهستانی کوبا به نبرد با رژیم پرداخت و حمله به مواضع نظامی و حساس پایتخت و سایر شهرهای کوبا را سازماندهی کرد که در نتیجه این حملات بسیاری از مناطق حساس به تصرف انقلابیون در آمده و باعث شد که باتیستا به پایگاه نظامی آمریکا در کوبا پناهنده شده و از کشور فرار کند. فیدل کاسترو پس از سقوط باتیستا به نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری کوبا برگزیده شد.